خالکوبی، پدیده‌ای به ظاهر خوش خط و خال، اما در باطن تأمل برانگیز و گاه خطرناک. این طرح چیه؟ طرح یه دونه آتیشه دیگه. برخی جمله ها هم تند و بی‌معنا بود. همینجوری عشقی حال کردیم جمعش. نه با فرهنگ ما و نه با اعتقادات ما هیچ گونه سنخیت و سازگاری نداره. جالبه بدونید نزدیک به 100% کسانی که باهاشون مصاحبه کردم از خالکوبی روی بدنشون پشیمون بودن. هر کی بزنه بعدش پشیمون میشه. پشیمون که شدم حقیقتاً. به ما که مراجعه میکنن که ما اینا رو با لیزر از بین ببریم بسیار مشکله. همیشه کامل از بین نمیره، حتی با بهترین لیزر و با بهترین تکنولوژی. بر اساس تحقیقات اخیر انجمن حمایت از بیماران کبدی ایران، کسانی که مبادرت به خالکوبی میکنن 9 برابر بیشتر از افراد عادی به بیماری های عفونی، باکتریایی و هپاتیت مبتلا میشن. این عفونت ها انتقال ویروس هپاتیت هست، انتقال ویروس ایدز هست که میتواند از طریق سرنگ آلوده، اون سوزن آلودهی که باش تاتو رو انجام میدن اتفاق بیاد. ما جوانی بود، عقلمون نمیرسید، اشتباه کردیم کویدیم، الان نمیشه پاکش کنیم. بعضی هم درباره علل خالکوبی میگن همینطوره، واسه قشنگی همینجوری عشقم کسی زدم. یکی رو میبینیم میخواد جلب توجه کنه، واسه این کار میکنه که فکر کنم اصلا خیلی اصلا بزرگه.